در سالهای اخیر پدیده چند همسری در ایران به شدت تبلیغ می شود. پدیده که ریشه شرعی دارد ولی در جامعه ایرانی نه تنها پذیرفته نشده که نکوهش هم می شود. حالا نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته پیامبر اسلام و امامان هیچ کدام تک همسر نبودند. همین موضوع رو با حسین قاضیان مطرح می کنیم، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چرا این موضوع برای جمهوری اسلامی این همه اهمیت داره و روش تبلیغ می کنه؟ ممکنه که این موضوع رو بخوایم به مسئله زیاد جمعیت نسبت بدیم و اینکه خب اون طرح هم در جریانه و ممکنه این رو با اون مرتبط بدونیم. من خودم حقیقتش چنین فکر نمی کنم. فکر کنم که این موضوع بیشتر به مسئله سیستم به اصطلاح اداری و حکمرانی جمهوری اسلامی مربوط. ببینید، یه سیستم وقتی شروع به کار میکنه اینطور نیست که یه نفر که مبدع سیستم بوده یا کارگزار سیستم بوده شروع کنه هر لحظه در این سیستم دخل و تصرف کردن، یه تیکر جلو ببره یه جور جلوشو بگیره و امثال اینا. این سیستم وقتی شروع میکنه به کار خودش جلو میره. شما به این سیستم انتخاب یا این گزینش، پاداش و ارتقای کارگزاران یا عاملان در جمهوری اسلامی توجه بکنید. تو این سیستم چه کسانی گزینش میشن، پاداش میگیرن و ارتقا پیدا میکنن؟ کسانی که دست کم به این دوتا عامل وفادار باشن، یک، به اسلام که به اصطلاح ایدئولوژی این نظام حکومتیه، و دوم رهبر که مرکز و عمود خیمه این نظام ایدئولوژیکه و سیاسیه. خب توی این نظام ارتقا شما با یه خرده فرهنگ روبرو میشید، خرده فرهنگی که بخش اسلامیش قویه و تو اون بخش اسلامی یکی از اون اجزای این خرده فرهنگ هم که اشاره شده اینه که امامان و پیغمبر بیش از یک زن گرفتن و چند همسر بودن. بنابراین اگر شما میخواید در این نظام گزینش بشین، پاداش بگیرید و ارتقا پیدا بکنید، باید وفاداری نشون بدید به این ارزش‌ها. به این ترتیب یه سیستمی درست میشه که هر چقدر بیشتر سعی میکنه خودشو شبیه ارزش‌هایی بکنه که این سیستم مولدش هست تا بتونه تو این نظام دووم بیاره، پاداش بگیره و ارتقا پیدا کنه. برای همین شما میبینید حتی این روزها که حکومت یک دستتر شده، این ارزش‌ها جدیتر شده، این خرده فرهنگ مناسب بیشتری رو در اختیار گرفته، این حرفا بیشتر زده میشه در مورد ریشه مردان، اندازش، اینکه گناهان چه ارتباطی داره با ناکارآمدی حکومت و چیزهای بسیار زیادی. برای اینکه حکومت از یک طرف یک دست شد، این ارزش‌ها جدی‌تر شدن برای ورود در این سیستم، برای پاداش گرفتن در این سیستم و ارتقای در این سیستم، شما نیاز دارید بیشتر اینها رو بروز بدید، اعلام بکنید، جلو ببرید و براش طرح و برنامه داشته باشید. اتفاقاتی که در بیرون ایران در مورد طالبان هم افتاد این توهم رو در میان این عده ایجاد کرد که حالا که اونا دارن در این حد تون میرن، اگر ما یک کم هم تون تر بریم مشکلی نیست، چون در اون مقایسه ما برا سرفرازتر خواهیم. این دو تا عامل به نظر من دست به دست هم دادن تا اینجور ایده ها و به اصطلاح فکرها در جامعه کارگزاران جمهوری اسلامی قوی تر و پررنگ تر مطرح بشه و به شکل‌های مختلف جلو بره که مسئله چند همسری یکی از نمونه‌های برجسته‌اش بنظرم. آقای قاسم، به هر حال این ایده ها و این فکرهایی که شما هم دارین بهش اشاره می‌کنید بنیاد یک خانواده رو نشان نمی‌ره. این چه نمودی در جامعه خواهد داشت؟ نمودهای متفاوتی، همونطوری گفتم، برای این یه خرده فرهنگه و این خرده فرهنگی است که در اقلیت هست ولی خودش رو می‌خواد به صورت رسمی تحمیل کنه به کل جامعه. بنابراین بین این خرده فرهنگ رسمی و خرده فرهنگ اجتماع فاصله بیشتری آشکار خواهد شد. دوم اینکه در واقع این یک راهی است برای فروش خدمات جنسی با شکل قانونی و شرعی در جمهوری اسلامی به شیوهی وسیع‌تر و مفصل‌تر، که البته بهره‌مندان اصلیش مردان صاحب قدرت و مکنت هستند که به لطف جمهوری اسلامی ممکن این قدرت و مکنت رو به دست آورده باشن. و از طرف دیگه میدونیم که این موضوع چه بر سر زنان میاره در قسمت‌های از جامعه، ممکنه که چگونه در نهایت به فروش کودکان به عنوان ازدواج منجر بشه و پیامدهای از این دست که بسیار مفصله ولی شاید بخش نسبتاً کوچکی از جامعه رو در بر. حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا.